Ya Rab dili poku joni ogoham de. Ohi şebu giriyeyi sahargoham de. Dar rohi khud awal zi khudam bi khud kun bi khud çu şudam zi khud be khud roham de. Bininde hoy arzman assalamu aleykum. Barnome navbati çarag-ı hidayat mehmani khanahoy şumas ve ders sohbeti mo ustad Hoca Mir Hoca Mirov mauni reis şuray ulemay dini vilayet sod. Huzur daram. Ustad hoş geldiniz meğer. ما همراه استاد این نوبت تصمیم گرفتیم در مورد عیادت کلان سالان و منفیت رسانی به آنها صحبت داشته باشیم چون ماه شریف دوام دارد واقعا هم در این روزها هر یک نفر می خواهد کار خیر را انجام داده باشد مخصوصا در مورد عیادت عیادت کردن این عباره چی معنا دارد خود کلمه عیادت چی معنی دارد و برای چی گوییم نفری که عیادت می کند ثوابیتی بیشتر میگیرد و من با همین مسئله ها به استاد مراجعه میکنم استاد من میخواستم اول خود کلمه عیادت را برای ما شرح بدهید که اصلا خود کلمه چی معنا دارد و گذشته از این در مورد رحمت ثواب عیادت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله چطوری که ما در صحبت های گذشته گفتیم بعضی کلمه ها با زبان عربی هست اما در ما همون چیز استفاده بر میشود از اون جمله کلمه عیادت ما برای خاطر عیادت خوب فهمیدن همون حدیث متفقون علیه که از جناب رسول الله در صحیح امام بخاری آمده است همون حدیث ذکر کرده میگذاریم که حدیث حدیث معروف است جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که حق المسلم علی المسلم خمسون مسلمان ها در مابین همدیگر پنج تا حق دارند از جمله همون ها عیادت المریض این همین کلمه عیادت این از زبان عربی در این یعنی عیادت المریض یعنی از بیمار خبر گرفتن رفته حال احوال بیمار بیمار پرسی کردن این یعنی چی میشد است عیادت یعنی حال پرسی کردن خبر گرفتن این کلمه یعنی عیادت از عیادت میباشد خب در مورد ثوابیت این همین عیادت که مخصوصا عیادتی کلان سالان نفران برجمانده در این ماه شریف و عموما در دیگر موارد تو مثلا در تعلیمات دین مبین اسلام در حدیث های پیامبر رحمت بسیار اشاره ها بسیار سخن ها زیاد است در این موارد میخواستم اون را مختصر برای ما بازگو کرده باشه پیش از همه الله سبحانه و تعالی در باری همدیگر عیادت کردن همدیگر کمک کردن همدیگر منفعت کردن آیت بسیار است بله یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک حدیث امام طبرانی ابن ابی دنیا روایت میکنند با محدث های عصر هم حدیث سندش یعنی حسن برآورده که هستند میگن که یک صحابه از پیغمبر خدا پرسیدن که من احب الناس الی الله از همه دوست داشته ترین شخص در نزد الله کی است اکنون جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینید پیغمبر خدا چی میگن احب الناس الی الله انفعهم للناس کدام کسی که منفعتش بسیارتر به انسان میرسد از همه دوست داشته ترین انسان در نزد الله حوی است از این معلوم میشد است که برای منفعت رسانیدن عیادت کردن خبر گرفتن این از همه بهترین عمل بود است که صاحبش خداوند دوست میداشته است با دیگر حدیث ها البته ما وقتی که نگاه میکنیم در دوام حدیث ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره عیادت کردن که حدیث در سرسویش گفتیم که یعنی حق مسلمان ها در گردن همدیگر پنج تا هستند یک تاش عیادت کردن شخصی بیمار است از این معلوم میشه است که نه تنها در اینجا بیمار است شخصی که احتیاج دارد شخصی که دوستش میدارد هوای رفته عیادت کردن این از همه مرتبه بلندترین بود حتی بعضی علما میگن که جنت میگن یکی از کلیدهای بهترینش عیادت کردن خالصا یک دیگر است یکی از کلیدهای جنت مفتاح الجنه گفته در بعضی روایت ها یعنی چی بیان میکنند از در همین باره حضرت ابو هریره رضی الله عنه یک حد بشارتی بزرگ از جناب رسول الله میدن برای شخصانی که یک کس عیادت میکنند و هوا یک زحمتش سبک میکنند بیمار باشد اگر و دلبرداری میکنن اگر به دارو احتیاج باشد احتیاج میکنن که به یکان چیز اون من محتاج باشد در اینجا نه تنها عیادت مریض بخصی شخص احتیاج مند عیادت کردن و این ثوابش با از همه بلند است برای خاطر همینم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگن که
من فرج کربا عن المؤمنی فرج الله کروباته یوم القیامه. کسی که در این دنیا یک انسان یک مشکلتش آسان میکند، در روز قیامت مشکلی های وی در عوض یک مشکلی چند مشکلی وی خداوند آسان میکند. و در دوام حدیث پیغمبر خدا میگوند که کسانی که کسی یک قینشه، یک کارش قین هست، یا که از سبب خوراکه، یا که از سبب پوشاک، انا هوای میکنه خداوند در عوض آسان کردن قینی یک کس چندین قینی وی در روز قیامت خدا آسان میکنه. و در دوام حدیث پیغمبر خدا میگوند که کسی که یک انسان یک عیبش میپوشد، خداوند عیب چندین عیب وی در روز قیامت میپوشاند. از این معلوم میشد است که یک کس عیادت کردن این سبب در آمدن جنت، هم بهترین سعادتمندترین انسان و هم دوست داشته ترین شخص در نزد الله. در باره یعنی دوست داشته ترین شخص در نزد الله بودنش، عیادتی خالص کردن، الله سبحانه و تعالی برای ملائکه ها منت میکنه. وقتی که انسان یک کس برای الله شده دوست میداشته است، برای الله شده و عیادت میکرده است، الله سبحانه و تعالی همین چیز به ملائکه ها منت میکرده است. منت چی گفت نگم؟ ملائکه ها را آگاه میکرده است که وقتی که انسانیت من خلق میکردم شما ناراضی بیان کردید. بله. اکنون در مابین اینها این کارها رو بینید که شما یعنی در تعجب میافتید. از برای خاطر همینم الله سبحانه و تعالی از کردار بندگان، از همه رفتار ما به علمش خبردار است. وقتی که یک انسان اراده میکند که برای خاطر برادر یک جا عیادت یک کس رفتن، الله سبحانه و تعالی که از این کار خبردار که هست، یک ملائکه را برای سور به یک صورت آدم کرده و همون بیابان میفرستاند. میگوید رفته بین که در همون بیابان تو چی میبینی؟ این انسان به صورت یک آدم، ملائکه به صورت یک آدم رفته در همون بیابان میبیند که یک انسان در یک بیابان پیاده، خسته، افتاب گرم، سن سال کلان، قامتش خم زده رفته ایستاده است. فرامده میپرسد که شما کجا رفته ایستادید؟ میگه عیادت یک انسان رفته است. این ملائکه در حیرت شده میگه که تو عیادتی به آدم میروی، تو چرا وای حاجت داری؟ و یا رفته از وای قرضدار هستی، یا که قرضت میگیری، یا که رفته یک منصبدار است، یک حاجت میبراری؟ یا آدم میگه که نه، هرگز نه، این چیز من عیادت کردن ثوابش بلند است، عیادت کردن مرتبه دارد، برای خدا دوستش میدارم، گفته رفتم میروم. این ملائکه میگوید که از برای خاطر همین کارت که تو از برای خاطر نه چیز دنیا، نه منصب دنیا، یک منفعت دنیا، نه تنها برای رضایی الله رفته تو هوای عیادت میکنی، از برای خاطر همین الله سبحانه و تعالی هم تو را، هم همون شخصی که عیادتش میکنه که در مابین شما اینقدر چیز خالصی هست، از برای خاطر همین چیز هم شده پروردگار چی شما دوست میدارد گفته. یعنی در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام از زبان صحابی جلیل ابو هریره بشارت میدهند. بله، تشکر استاد. خب رفتار خودی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام چگونه بود در مورد عیادت؟ حتی من جای یک خوانده بودم که حتی همسایگان خود را که اگرچه غیر دین باشد، هم اگر مثلا بیمار میشد عیادتش میرفتند، عیادت میکردند، که مثلا این رفتار پیامبر را دیده، مثلا دیگر حتی حالتایی که مثلا آدمان به اسلام را گرویدند که من ببینید که مثلا پیامبری دین ببینی اسلام چگونه رفتار دارد گفته، یعنی خودشان الگو بودن این مسئله به من میخواستم در این مورد. پیش از سیرت پیغمبر در این باره که صحابگان پیغمبر گفتن، یک قصه بسیار هم مؤثر هست که اینم از حیات پیغمبر دلالت میکنه. همین قصه رو میگوییم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودن که دو نفر اومده نزد پیغمبر گفتن که ما آدم های در راه مانده هستیم، ما میخواهیم به تبوک رویم. تبوک یکی از شهرهایی که یعنی اطراف مدینه هست. شما پیغمبر خدا به ما یکون چیزی سواره دید که ما رو به همونجا رساند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که من یکون امکانیت، یکون چیزی سواره ندارم که به شما تیم. در همین وقت نگاه کردن که از چشمهای وی ها آبی دیده گیره کردن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وی ها نزد حضرت عثمان ابن عفان که بایترین صحابه بودن نزد وی کس فرستادن. این هر دو نزد حضرت عثمان رضی الله عنه گفتن که پیغمبر خدا رفته میگوید که من رسول خدا نزد تو فرستاند و همین خیلی حاجت داریم. وی ها رفتن وقتی که نزد در شدن نزد حضرت عثمان، چون اون وقت
خانه هایی که بعد واهمه نبود، همه چیزها گفته میشد، شنیده میشد از داخل خانه. رفته از بخیرین خانه و گوشش آمد که حضرت عثمان به همون زوجی مبارکشان میگفتن که تو در چراغی که میانید روغنش کم کن، روغن اصراف نکن، روغن کم انداز، گفته همین سخن به همسرشان میگفتن. وقتی که این سخن شنیدن، همون یک نفرشان گفتن که مادامی که انسانی که در خانه خود اینقدر زخنگی میکند، میگوید که چرا روغن کم انداز، ما چرا از این در آمده میپرسیم که برای ما شطور یا اسجد که ما رو به کجا برد و تبک برد. دیگرشان گفتن که نه، این دستور رسول الله هست، ما میدرای میگوییم. وقتی که نزد حضرت عثمان رضی الله عنه در آمدن، حضرت عثمان گفتن که یا عثمان، ما فرستاده های رسول الله هستیم. حضرت عثمان چی گفتن؟ جانم و جان پدر و مادرم فدای رسول الله. اینقدر پیغمبرشان رو دوست میداشتن صحابان پیغمبر. حضرت عثمان گفتن که من جانم فدای رسول الله، پدر و مادرم فدای رسول الله، چی میگویید؟ اونا گفتن که ما چنین حاجت رو از پیغمبر خدا پرسیدیم، پیغمبر خدا نزد شما فرستاد. حضرت عثمان به یگان توجه، به یگان استادان، به یگان دستاشون گرفته بردن، از خیلی دیوار نشون داده، گفتن که در اونجا چندین اسبا و چندین شترها بودن. حضرت عثمان گفتن که همین ها رو من نیت در رای کاری خیر در رای الله کرده گستم، کدامش که میخواهید، چند تیش که میخواهید شما گرفته روید. حضرت عثمان و همون صحابه، همون دو صحابه که نزد پیغمبر آمده پرسیدن، همین که چیز رو هدیه کردن. در شرح همین حدیث میگوین که انسان ها رو بینید که همتش، بینید که برای که یک روغن شده برای خاطر صرفی خانه خود حرکت کردن که اینقدر صرف ده، اما در راه الله به حساب. نگفتن که یک تا گیرید، نگفتن که دو تا گیرید، گفتن که همون چیزهایی که در همون جا هستن، همون ها یعنی چیزهای شما هستن. گفته حضرت عثمان به همون صحابه یعنی بشارت کردن. از این معلوم میشد که اینها صحابگان پیغمبر، همش شاگردان پیغمبر، در مکتب رسول الله تعلیم گرفتن. اینقدر بلند همته، اینقدر خدا را دوست داشتن، رسول خدا را دوست داشتن، گفتی خدا، گفتی رسول خدا را گرفتن، به همدیگر اینقدر یاردم کردن، به محتاجان اینقدر کمک کردن. این از این حدیث قصه مؤثری که تأثیر بخش است که از این قصه البته ما درک میکنیم، مادامی که طلبگان شاگردان پیغمبر در کار خیر چنین باشن، البته معلمی وی هاشی دور است، معلمی صحابه هاشی خیر است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک چند نبیره داشتن، از همون نبیره هاشون یکتن امام حسن ابن علی رضی الله عنه. همین کس یک حدیث روایت میکنن که از پیغمبر خدا شنیدم، پیغمبر خدا گفتن که من الموجبات المغفره ادخالك سرور على المسلم، گفتن که یکی از واجب بودن بخشایش خدا گفتن برای بنده، همون چی سبب می شود که اگر بنده گفتن در دل یک بنده دیگه از سبب عیادت کردن یک خرسندی در آورد. از این معلوم می شود که من کردار صحابگان پیغمبر که بینید که پیغمبر خدا چی گفتن، عیادت کردن، از سبب عیادت کردن چطوری که بیان کرده در سرسوی صحبت، اگر یکون چیزی هم که داشته که نباشد، با سلام کردن، با حال پرسی کردن که در دل یک خرسندی پیدا می شود، انمون خرسندی پیدا شده در دل یک شخص محتاج، این سبب واجب شدن مغفرت خدا برای همون بنده میشد است که پیغمبر خدا به یک موجب گفتن. این سخن بسیار سخن بزرگ است که این نگفتن مستحب، نگفتن لعل، نگفتن که سنت است، بلکه پیغمبر خدا گفتن که بخشایش خداوند برای خاطر انمون بنده خداوند بر خودش واجب میگرداند، قرض میگرداند. از این معلوم میشد است که شخصانی که البته این کارها رو میکنن، البته این مکافات بزرگ است که در یک حدیث هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که این حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه روایت میکنند، پیغمبر خدا گفتند که ان الله عز وجل لم يرضى بثواب دون الجنه لمن كان في حاجه العبد حاكف حاجه اخيه. پیغمبر خدا در این حدیث با یک بشارت از این اولنگی هم بزرگ گفتند که خداوند غیر از جنت و دیگر مکافات راضی نمی شود برای همون بنده ای که یک کس رفته عیادت میکند و از احوالش خبر میگیرد، یک کس کمک میکند. غیر از جنت دیگر مکافات برای وی داده نمی شود و غیر از جنت از مکافات وی. از این بشارت معلوم می شود است که کسانی که اینقدر مهربانی میکنند، مهربان از حال همدیگر خبر میگیرند، کمک میکنند، مکافات اولش چی بود؟ یعنی سزاوار شدن
مغفرت خداوند و این چنین سزاوار شدن یافتن جنت و این چنین بشارت هایی که در بسیار گفتیم پیغمبر خدا گفتند که وای ها خداوند وای ها را یاردن میکنند. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که فان الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه، خداوند همیشه در یاردن همون بنده هست که وای بنده فقط خودم نمیگوید اما از حال دیگران رفته خبر میگیرد و دیگرها کمک میرساند تا به مادامی که بنده در همین کار استوار هست الله سبحانه و تعالی در یاردمی همان شخص است. بله تشکر استاد. تشکر. در مورد خوب عیادت یک آداب و قاعده خود را دارد که مثلا چون نزدی کسی به خبرگیری رفتیم چی مریض است چی نفری برجا مانده است چی هم تو گویم برای احوال پرسیش رفتیم اما چی بیمارخانه رفتیم چی منزل استقامتش رفتیم همه اون قاعده دارد نظام دارد آداب دارد استاد. من میخواستم در مورد آداب اون یه مختصرا شرح میدادید که واقعا این یک خود دین اسلام یک مکتبی بزرگ است که مثلا هزار ساله ها در تعلیم میلیون میلیون آدم مثلا خدمت میلیارد میلیارد آدم خدمت گذار است. البته قرآن عظیم شان وقتی که ما تفسیر کردیم در یک وای معجزه بدون قرآن که همه این چیزها در قرآن ذکر کرده شده است. حتی خداوند نزد پیغمبر در آمدن و مهمون شدن هم از پیغمبر سر میکند آدابشه. خداوند میگوید وقتی که پیغمبر خدا شما را دعوت کرد برای طعام خوردن خانه وی رفتید از همان خانه میگوید شما وقتی که طعام کش شد به سخنهای زیادتی مشغول نشوید پراکنده شوید. چون که خداوند چی میگوید در قرآن آیه سران پیغمبر شرم میدارد از شما را گفتن که اکنون خیزید. وقتی که شما رو دعوت کرد به مهمانی رفتید مختصر کوتاه تعامی که خوردید به خانه های خود راه سپرسید گفته خداوند تعلیم از پیغمبر خدا تعلیم میدهد و این چنین در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم صراحتا آمده است. حتی آداب رفته در آمدن همون عیادت و چخل دراد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید فل اذن ثلاثون وقتی که شما به یک جا دعوت کرده شده هستید یا که دعوت کرده شده خودتون برای عیادت میرید یا که برای حاجت میروید شما آداب اولین رعایه کنید که وقتی که در خانه وی میروید اگر در داشته باشد شما یک در بیگان چیز زده استید زنید حتی میگون داخل همون در که کشاده میشه نگاه کردن استید در یک خودتون به یک طرف گیرید چون که شاید که وی یکان گوده که یوش هست همون در میکشد در داخل همون داخل خانه شاید یک چیزی هست که برای صاحبان خانه همون چیز دیگرها دیدنش معقول نیست همون چیزی شما مشاهده میکنید از برای خاطر آداب نبوی رو ببینید میگن که در رو میزنید و دیگر جا میزنید دومش میگه دو بار میزنید سه بار می اگر دانید که حتی در همون خانه آدم هست و در رو نمیکشن شما گشته روید شما در اضطرار نشید آواز صدا بلند نکنید که در رو کشو زدن استید سه بار زنید اگر کشاده نشود میدونید که حتی آدم هست شما گشته روید چون که همون ها نمیخواهند که شما رو قبول کنند. یک کمین دویم آداب همین که وقتی که میگم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به خانه که در آمدید اگر مریض باشد آداب های دیدن بیمار به همون بیمار به کسل وزنین باشد شاید که در روش ورم هست بعضی علامت ها هست شما به هوای ها مشاهده نکنید اینقدر در روی بیمار نگاه نکنید یعنی در نزد بیمار کم شینید دعا کنید دعای خیرش کنید سخن های نیک گویید از نزد بیمار برآمده روید حتی اگر شما برای خاطر عیادت غیر بیماری رفتگی باشید وقتی که همون داخل خانه میشوید شما میگون به همون اطراف خانه نگاه نکنید چی در خانه هست به بوم خانه و اطراف نگاه نکنه این هم از آداب همون عیادت است و آداب دیگر همین میگن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام شما از قوتش زیاد صاحب خانه را شما به هوا یعنی تکلیف نکنید کفاله مثلا شما میروید در آنجا برای شما یک طعام پخته است طعامی که شما و شاید که معقولتون نیست به صاحب خانه نگوید که چرا تو این طعام رو نکردی و این طعام رو نکردی یا که بعضی کسا جای خدا عادت هست که بعضی میروند اوش نمیدونن که احوال خانه چی است بالشت گرفته یا بوش میکنند فلان چیز پخته بیار میدن نمیدونن که صاحب این البته این آداب عیادت نیست آداب مهمانداری هم نیست یکی از آداب های عیادت یکی از آداب های مهمانداری رفته کم گپ بودن غض البصر چشم رو از هر طرف نگاه داشتن زیاده از طاقتش صاحب خانه را یعنی تکلیف ندادن و این چنین وقتی که در حق صاحب خانه وقتی که میشینه دعا کردن و بعد از خیستن هم در حق همون صاحب خانه دعا کردن که
این چیزهایی هستند که در امور یعنی عیادت بیمار یا که عیادت یک شخص یعنی شریعت دین مبین اسلام شریعت اسلام به ما تعلیم داده است. بله استاد تشکر زیاد. من در برنامه قبلی یک اشاره کردید، من تصمیم گرفتم که همین در برنامه نوبتی چون سخن در مولد عیادت میرد از استاد روان شدیم و خدا رحمت و مغفرت کند استاد عزیز ما عبدالمنان نصرالدین رو که در بستری بیماری بودن در بیمارخانه و به عیادتشون رفتیم و صحبت کردیم، گفتن که الهام جان در دنیا چی گپ هست، چی خبرهای نو؟ بعد من گفتم خوب خبرهای خوشی که مثلا میدونستم، من گفتم استاد زخ کردن تبسم کردن، گفتن که من امروز بسیار خرسان کردی، راستی گویم بسیار بولیده شدم از این خبرهایی که تو دادی. بعد من برای خودم گویی در برابر همین تاکید استاد یک امروز من میگم که یک مکتبی خوبم بود که من بعد نفری نزدین نفری که مثلا بیمار است رفتی حتما باید سخنهای خوش گویی، چیزی که شما در اونجا گفتید که مثلا از اگر بیمار خواهش کند که مثلا چی گپوی نو گوییم کوتاه‌تر و خوشترش رو بیان کنند. برای من یک همون گوییم تاکیدی استاد اشاری استاد گوییم خوشنودی استاد برای من یک درس هم شد که من گفتم ها این عجیب که یک استاد به همین رفتارشون به من یک آداب هم آموزانیدن. حقیقتاً بعضی شخصیت ها همون رفتار کرداشون خودش یک مدرسه است. استاد هم خدا رحمت کند حیات زندگیشان میدیم و بسیار نزدیک بودیم و دوست بودیم. حتی بعضی مسئله های علمی در آیات های قرآن بعضی آیات های تفسیر همراه مطالعه میکردیم و بینید که حیاتشان همین است. البته در اینجا یک چیز هست که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که کسانی که در دل یک انسان یک خرسندی میدارند در دل یک کس خرسندی میدارند، الله سبحانه و تعالی وایها را در دلشان خرسند میکند. با خصوصا شخص بیمار رفته به همون سخنهای، البته به سخنها خلاف شریعت نباشند، مضحکه نباشند و این نباشند، سخنهایی که وایها شریعت مهد کرده است رفته همون بیمار دلبرداری میکنید، وقتی سخنهایی که برای وای آدم معقول میگوید همون درد رو وای آدم کم حس میکند. چطوری که در یک حدیث آمده است که جان کندن خیلی تلخ است وزنین است، اما برای خاطر سبک شدن همون جان الله سبحانه و تعالی برای بندگان نیکش شخصیت هایی که به همون انسان معقول بودند و همون هر از صحبتاشون استفاده می برد که دردش سبک می شد، به صورت همون یک شخصی نزدیکترین شخص خداوند ملائکی قبض جانه به همون صورت می فرستند است که وای حوچا کنند برای آمدن جانشون آسان شود. این چنین شخصی البته انسان نیکم، انسانی به معرفت هم، انسانی که از این آداب های عیادت بیمار و عیادت وی باخبر هست، حتی که رفت این آداب ها رو که رعایه کرد، این منفعت برای همگان است. غیر از این چی طوری که بشارت های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن برای کسانی که خالص رفته هم دیگر عیادت میکنن، الله سبحانه و تعالی از هم بنده ها راضی میشد است. بله تشکر استاد. و یک سوالی آخرین و فکر میکنم تو فرصتی دادن این سوال، من فکر کردم اصلا جویز است این سوال دیهم یا ندیهم، به هر صورت من فکر میکنم از نگفتن گفتن بهتر است به خاطر اصلاحی گویم کمبودی طایفه از نفرهایی که مثلا عیادت میروند. مشاهده میکنید که گوهو نفری عیادت کننده رو انتخاب میکنن، جدا میکنن، نفری ثروتمند باشد بیشتر میروند خبرگیریش میکنن، یا نفری که مثلا اگر کم بزاد افراده حال باشد کمتر گویم، و در همین مورد مثلا رفتار پیامبر چگونه بود، چگونه چی تلقی میکردن بیشتر، و مثلا دین مبین اسلام چی گفته از در این مورد که واقعا ما انسان ها رو به طبقه ها به گروه ها به دارو و نادار جدا نکنیم، چون همگی نزد خداوند گوییم برابر هستن. ما با سرچشمه های معتمد اسلامی خوب به قرآن خوب به حدیث نگاه کنیم، الله سبحانه و تعالی در این قرآن عظیم شان بیان کرده صراحتا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در این آیه کریمه خداوند پیدایش انسان را ذکر میکنه، سرسوی آیتند و میگوید که شما انسان ها را جدا نکنید، شما انسان ها را چون که به منصب شما جدا نکنید، انسان ها را به دارایی جدا نکنید، چون که در یک حدیث پیغمبر خدا میگن که ان ربکم واحد و آباکم واحد کتابکم واحد و
و دینکم واحد، لا فرق بین العرب و العجم الا بتقوا. خداوند در قرآن عظیم شان میگوید که نیکوترین انسان شما انسانهایی هستند که به مالش قطع بهاش نتید، شما وی به منصبش بها نتید، شما وی به ثروتش بها نتید، به قوتش بها نتید، شما وی میگون همون انسانی که خدا ترس باشد به هوای بیوتید به زبانش دو نکنید. بله، برای بله خاطر همینم بیمار که شد از نگاه اسلام به حکم شکست. اکنون بیماری که اگر احتیاج، مثلا بیمار اگر سروانون باشد اگر و اینقدر به زیارت ما احتیاج ندارد، شاید که یا که بیماری که مثلا صاحب منصب باشد، اگر حاضر میبینید که در بیرون درش چندین کس ها استاده میشن، محتاج مار هم ندارد، اما همون شخصی که احتیاج دارد همون احتیاج مند اگر رفته شما عیادت کنید، ثواب وی از همه بزرگتر است. و این عیادت باید در راه روزگی خدا و خوشنودی ان همون نفر باشد. ما گفتیم که سرشفتن گفتید کدام عمل، که البته کدام عمل، کدام عملی که باشد اگر در وی روزگی الله نباشد وی عمل، حتی حج می روید همین قدر خسته شده می روید. اگر شما گوید که من همین حج می روم می بیام من حاجی گویند، اگر همین در ویتون باشند رضاگی الله نباشد، همین قدر خستگی، همین قدر مال، همین قدر صرف خراجات همش درست نیست. چونکه یکی از شرط های قبول عبادت طبق حدیث پیغمبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که این تنها روزگی الله هست. بله استاد، تشکر برای شرح این موضوع و فکر میکنم باقی دیگر چیزی اضافه نمیکنم، به خاطر آنکه مثل آینه روشن است، مثل آب روشن است و هر یک نفر بیننده هوشمند ما البته برای خودش بهره و تازگی برای اشتراکتون شما تشکر میگویم. در همین جا فرصتی برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد. خیر، در امان خداوند بزرگ باشید.